به نام خداوند احکم الحاکمین و اسرع الحاسبین و با سلام و تحیت خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز ارجمند و چه در صورت حضوری و چه بعدها کسانی که این فایل رو تماشا میکنند. خب طبق معمول ما بیشتر صحبت همون ناظر به مهمترین اخبار هفته گذشته، هفته های گذشته بود. مهمترین خبری که در هفته گذشته فعلی داشتیم در گذشت آقای ابراهیم رئیسی وزیر خارجه و همراهانشون بود که در صدر اخبار داخلی و خارجی قرار گرفت. خیلی ها متاسف شدن، البته وابستگان به این رژیم ولایت فقیه، و اکثریتی هم خوشحال شدن و جشن و پایکوبی به راه انداختن، به خصوص در خارج از کشور. به هر حال داوری با خداست و همه چی در آینده روشن‌تر خواهد شد. می‌فرماید فحاسب نفس کل نفسک، هر کسی خودش رو باید محاسبه بکنه. فإن غیرها من الانفس لها نصیب غیرک، دیگران حسابگری بالاخره خواهند داشت. ولی میشه عبرت گرفت از این زندگی ها، از این رفتارها و از این تجربیات تاریخی. میفرماید خداوند رحمت کنه اون کسی رو که رحم الله امرن تفکر فاعتبر، تفکر بکنه و عبرت بگیره از اونچه که دیگران انجام دادند و اعتبر فابصر، عبرت بگیره تا بصیرت پیدا کنه، بصیرت پیدا کنه تا فهم پیدا کنه، فهم پیدا کنه تا علم پیدا بکنه. ببینید اینا سلسله مراتب درک انسان هستش. اول با تفکر بکنه، فکرشو به کار بندازه، اندیشه بکنه درباره این تجربیات و عبرت بگیره از نیک و بدش، و بعد چشم بصیرت اون وقت پیدا میکنه دیگه، میتونه شناخت پیدا کنه و بعد میفهمه مسائل رو. وقتی فهمید یه علم، یه دانشی اون وقت پیدا میکنه. خب در این جلسه بنده به جای حالا تسلیت یا مثلا لعنت یا هر چیزی که ممکنه انتظار داشته باشید، ترجیح دادم که یه نگاهی به عمر 64 ساله آقای رئیسی بکنیم، ببینیم که چطور شد، از کجا ایشون به یه همچین مقامی رسید و اینی که یه همچین تأثیری در جامعه ما، مملکت ما و در سطح جهان گذاشت که مجله تایم در 2021 فکر میکنم ایشون رو جز اون لیست 100 نفر تاثیرگذار جهان اعلام کرد، مجله تایم تو امریکا. منظور نیست که 100 نفر آدمای خیلی مفید و سازنده، نه، 100 تا آدم تاثیرگذار. چنگیز هم یکی از تاثیرگذارای مهم طول تاریخ بوده، هیتلر هم همینطور. تاثیرگذار یعنی وجود این آدما اثر گذاشته، چه نیک چه بد، چه تخریبی چه سازنده. به هر حال یه آدمی که تونست اثرات وجودیش رو تو جامعه بگذاره، در سطح جهان مطرح شد. پس خوبه که آدم بدونه این از کجا شروع کرد و به کجا رسید. من سعی میکنم اول یه کارنامه مختصری از زندگی این آقای رئیسی خدمتون ارائه بدم و بعد یه تحلیلی روش میکنیم. پدر ایشون اهل دشتک زابل بوده. زابل هم میدونی که از شهرهای خیلی دور مملکت ما، سیستان و بلوچستان، جایی که خیلی محرومند، و به خصوص حالا شهر زابل که نزدیک اون شهر سوخته قرار داره. خب اگه ندیده باشین، من رفتم اونجا، تبعیدگاه هم بود مرحوم طالقانی، مدتی اونجا تبعید بود. یه بار بنده توفیق داشتم که خدمت ایشون برسم، تعطیلات عید استفاده کردیم، با چند نفر رفتیم برای دیدار ایشون. بسیار جای محرومی بود، به خصوص اون موقع بارندگی هم خیلی کم بود و مردم
مختصر چیزایی که داشتن میفروختن و عمدتا میرفتن به مشهد خراسان. فوق العاده وضع معیشتی خراب بود. برها پدر ایشون در اونجا متولد شده بود و بعد مثل بقیه من تا سالهای آخر وسط های دانشگاه بود، یه بار اونجا هم رفتم اون منطقه و می دیدم که چگونه مردم به خاطر همین وضعیت کبیری که ماسه همه جا رو گرفته بود مهاجرت می کردن به خراسان. پدر ایشون هم از اون موقع مهاجرت کرده به خراسان و در نوغان، نوغان یک روستایی است در شمال شرقی مشهد، ظاهراً میگن قدیمی ترین ده ایرانه، مثلا از روستاهای خیلی خیلی قدیمی کهنه ایران و ظاهراً خیلی فقیر نشین هم بودن. حالا مثل همه جای دیگه بالاخره خیابونی و چراغ و چیزی پیدا کرده و 5 سالگی پدرش رو از دست میده، پس یک بچه یتیمه از یه خانواده خیلی مستضعف. اینا هیچ کدوم عیب و ایرادی نداره، بلکه میتونه حسنم بوده باشه که در شرایط سخت آدم ساخته بشه. خب معمولا این خانواده هایی که وضع مالیشون هم بده، این رسم تو ایران بوده همیشه که خیلی ها دلشون میخواست بچه هاشون برن حوزه، میگفتن با یه تیر دونشون میزنیم، هم میرن درس دین یاد میگیرن، آخرتشون تأمین میشه، هم از نظر دنیایی دیگه لازم نیست دنبال کار بدون، بالاخره مردم دعوتشون میکنن برای روزه خوندن و نمیدونم ختم و ترحیم و حالا اگر شانس هم بیارن یه مسجدی بتونن دست و پا بکنن و یه جایی مثلا توی محلی پایگاه پیدا کنن، مردم هم خمس و زکاتشون رو بهشون میدن و بنابراین زندگی مادیشون هم تأمینه. نمیخوام بگم همیشه همینجوره، ولی اکثرا اینجوریه. بعد از انقلاب هم البته چون مسئله روحانی بودن و اینا دیگه نون آواور شد، خیلی ها با دیپلم هم میرفتن، ولی معمولا در همون سنین 15-16 سالگی میرفتن حوزه. پس ایشون 6 کلاس بیشتر درس نخونده بود، یعنی دبستان خونده که 15 سالگی میره حوزه علمیه قم، یعنی هیچ سابقه نداره، حتی سابقه کار ظاهرا نداره که نون در آورده باشه. 15 سالی که کار نکرده، رفت مدرسه بوده، 6 کلاس دبستان خونده و فرصت کارم نداشته، یعنی 0 کیلومتر. یه آدمی که هیچ تجربه ای نداره، یه بچه یتیمی میره قم. تو قم هم کجا میره؟ میره مدرسه حجتیه. مدرسه حجتیه معروفه به اینا که سرشون بوی قرمه سبزی میداد و اهل سیاست و اینا بودن. شما لیست کارگزاران وزارت اطلاعات و امنیت و همه این روحانیونه که بعد از انقلاب به یه جایی رسیدن، همه فارغ التحصیلای مدرسه حجتیه. خب اونجا با اون سوابقش که حالا براتون حالا با جزئیات بیشتر عرض میکنم، خب 18 سالش که بوده انقلاب میشه. شما در نظر خودتون رو بذارین جای یه نفر که این سوابق رو داشتین، هیچی، نه درس دبیرستان خوندین، نه با مخالفین با موافقین، اصلا به جامعه کاری نداشتین، توی روستا زندگی میکردین، نوغان شمال شرقی مشهد، آمدید حوزه، هم تمام زندگیتونم فقط طلبه ها بوده و 4 مدرس. حالا آقای خمینی هم مطرح شده، عکسش رو تو ماه دارن میبینن. طبیعیه همچین جوان 18 ساله‌ای دیگه ذوب در ولایت بشه. اون موقع یه شعاری هم به در دیوار میزدن، ذوبوا فی الخمینی، ذوب بشید در خمینی، کما ذاب هو فی الاسلام، همونطور که او در اسلام ذوب شده شما هم ذوب بشید در اون، ذوب بشید یعنی دیگه دربست سرسپرده باشید. طبیعتاً یه جوان ساده روستایی تحت تاثیر قرار میگیره وقتی یه ملت تحت تاثیر قرار گرفته و باور کرده، چون هیچ نقطه ضعفی هم قبل از اون ندیده بودند از رهبران انقلاب. 20 سالش که میشه با این شور و هیجانی که تو این تظاهرات و اینا پیدا کرده تحت تاثیر قرار گرفته، میذارنش دادستان کرج و بعد از یه مدتی و همدان.
یعنی یه جوان 20 ساله فاقد هیچ از نظر تئوری در واقع حقوق، فاقد حداقل اطلاعات علمی و اجرایی تجربی. آخه چطور ممکنه شهر میلیونی رو، یعنی جان و مال و ناموس مردم در اختیار یه جوان که این بخواد تصمیم بگیره؟ ببینید از کجا شروع میشه. البته جبه انقلابی است، حالا توضیح بیشتر خواهم داد که چه شرایطی بود که به اینجاها کشیده میشن آدم ها. خب در واقع همه چیز سوابق نشون میده یه آدم صاف و ساده ای. اصلا از خود اسم سید، سید ابراهیم، ابراهیم هم مقدسترین نام انبیا، ابوالانبیا ادیان توحیدی، سید ابراهیم رئیس و ساداتی، یعنی همه چی ظواهر امر، همه چی خیلی پاک، خیلی نورانی. احتمالاً خودمونم یه جوون هیچی شیل پیلهی نداشته، ساده. ولی وقتی که تو این جریان قرار میگیره یه جوون 18 ساله تو انقلاب و دیگه شور و هیجانات و دیگه روحانیتی هم که 14 قرن منتظر اینه که بیا تیک اوور بکنه همه جا رو بگیره، طبیعتاً هر کی داغ‌تر باشه، هر کی انقلابی تر باشه، طبیعتاً جلوتر میفته دیگه. خلاصه این بدون تجربه قضایی، دانش و تجربه قضایی، همطور که عرض کردم، با این روحیه خشم، خشونت، حق به جانب مطلق، قاضی شرع در واقع ببخشید دادستان انقلاب این دو شهر بزرگ مملکت میشه. خب در واقع این سابقه دیگه، یعنی چماق روحانیت در برابر گروه هایی که اون موقع بودن سیاسیون. چون روحانیت که در یکی برنامه ها عرض کردم، حالا بندم سالهای قبل از انقلاب یه مدتی خب توی این زندان ها بودیم، اونا رو میدیدیم. میگه فرض کن تو زندان قصد 180 نفر مثلا ما بودیم، 2 تا 3 تا روحانی هم اونم موقت یکی دو ماه میامدن، اونم چون اعلامیه پخش کرده بودن، اصلا حضوری نداشتند در زندان ها. کلشون اگه جمع بزنید که پاشون به زندان ها کشته بشه 10 نفر هم نبودن در برابر چندین هزار نفر که به هر حال حالا یا اعدام شدن یا شکنجه شدن. طبیعتاً وقتی که انقلاب شده، حالا نیروهایی که سابقه دارن، شکنجه دیدن، کشته شدن، چه نیروهای چپ، چه نیروهای هم انقلابیون، چه مذهبی ها، چه چپ یا نیروهای سیاسی، جبهه ملی، دیگران، بالاخره یه انقلاب مردمی است. ولی حالا وقتی که قراره یه دیویان صاحب بشن، طبیعتاً کسانی جلو میافتن که هر کاری بهشون بگن میکنن. اینا مهرن دیگه، بگن برو کلاویار سر میاره. یعنی به این ترتیب میبینیم که آغاز حیات سیاسی، حرکت های سیاسی آقای رئیسی تو چه شرایطی شروع شده و با چه مقدماتی. خب به خاطر همین خوشخدمتی که به عنوان دادستان انقلاب تو این دوتا شهر بزرگ انجام داد، در 25 سالگی میکنن جانشین دادستان تهران، مرکز مملکت. یه جوان 25 ساله که دانش و درک و تجربهش به عنوان دادستان انقلاب برخورده با مخالفین، قل و غم کردن، کشتن توی این دوتا شهر بزرگ بوده. خب در واقع یک مهره ساده، یه مهره بی سواد، بی تجربه، خام مثل موم در دست حاکمیت. آقای خمینی هم اینا رو دوست داشت دیگه، اینا که مریدن و سرسپرده هستن. در با این سوابقی که حالا تو کرج و همدان نشون داده بود و بعدم جانشین دادستان تهران، برامه حالا که میخوان زندانی ها رو بکشن، اون جریان سال 67، چه کسی مهمتر از آقای رئیسی میشه عضو هیئت مرگ؟ اونایی که حالا باید جان چندین هزار نفر رو، رقمش مختلفه، معلوم نیست دقیقاً چقدر، از 1830 نفر گفتن تا حدود 4500 نفر زندانی که یه احکام مشخصی داشتن تا
داشتن زندانی میکشیدن، اینا رو همه رو کشتن، اعدام کردن. هیئتی که خب همه میدونین، حسین علی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پور محمدی، اینا همه آشنا هستید، و آقای رئیسی. یکی دو تا دیگه هم فرعی بودن، اسماعیل شوشتری و مغیثه، همین قاضی مغیثه. اتفاقا فیلمی که بعداً در اومد و مصاحبه‌ای که آقای منتظری سخت در برابر اینا قرار میگیره که داشتن اون کشتارا رو میکردن، آقای منتظری اون موقع نماینده آقای خمینی بود در زندان ها، چون ایرادایی داشتن و اعتراضاتی مردم میکردن، آقای خمینی آقای منتظری رو گذاشته بود شما یک رسیدگی کلی از بالا بکنید. بنابراین آقای منتظری یک مسئولیت اشراف بر این مسائل داشت، اینا رو احضار میکنه که چیکار دارین میکنین، کشت و کشتار را میده، چون خودش هم قبل از انقلاب هم تو زندان بوده، میدونست که بابا اینا به حال جوانای ممتاز مملکتن، تحصیل کرده های مملکتن، سخت به اینا اعتراض میکنه. اون کسی که سخنرانی میکنه فیلمش از آقای رئیسیه که میگه حالا اجازه بدید تا این یکی دو ماه دیگه همه رو تصفیه میکنیم، و یعنی نشون میداد که چگونه آدم میتونه حتی با اون اسامی درخشان سید و ابراهیم و رئیس و سادات و یه جوون ساده‌ای که هیچ چیز خوبستینتی، هیچ چیزی هم ازش کسی ندیده، یعنی ظاهرش هم خیلی صاف و ساده است، چطور میشه که آدم پیشتاز باشه؟ آخه ما داریم میگیم و سابقین از سابقین از ابرار، کسانی از سابقین از سابقین پیشتاز در کشتار باشن، یعنی دلشون خنک بشه که حالا یه عده‌ای که مثلا با امام مثلا مخالف هستن اینا رو تصفیه بکنیم، یعنی در واقع مثل خوارج که خودشون رو توجیه میکنن و به اصطلاح میگن بدون اجر و مواجب آدم بتونه عامل و آلت دست دیگران بشه و با افتخار این کارو بکنه. خلاصه همینطور که میدونید چقدر کشته شدن در 29 سالگی که حالا دوران دیگه آقای خامنه ایه، رهبری آقای خامنه ای، ایشونو میکنن دادستان تهران، قبلا جانشین بود، و حالا آقای خامنه ای هم میدونه که دیگه اینا با اون سوابق کشتار چند هزار نفر که اینا دیگه ادعایی نمیتونن بکنن، دستشون آلوده به خونه، اینا دیگه کاملا مهرن، نقطه ضعف دارن، بنابراین هر چی بگیم کارو میکنن. میبینیم که آقای خامنه ای هم ایشون رو به عنوان دادستان تهران مأمور مطلق انتخاب کرد. این 29 ساله داره. 5 سال بعد رئیس سازمان بازرسی کل کشور میشه. ببینید معمولا تو هر کشوری برجسته ترین، با تجربه ترین، آگاه ترین، عالم ترین، بهترین شخصیت ها رو به عنوان بازرسی که بقیه رو اینا باید دیگه چک بکنن، همه وزیر وزرا رو، چه کسی رو میذارن رئیس سازمان بازرسی کل کشور؟ این خیلی خیلی مهره بالایی است. تا 10 سال در این پست ایشون بوده، یعنی حافظ منافع نظام، کسی رو که 100% بهش اطمینان کامل دارن، و اونم مومه، اونم آخه هیچی نداره. معمولا کسانی ادعا میکنن، شما ببین قبل از انقلاب بالاخره آقای خامنه ای تبعیدی مثلا ایران شهر شده بوده چند ماه، آقای هاشمی مثلا تو زندان اوین 6 ماهی، اونم در ارتباط با خبر دادن دستگیری مجاهدین. بالاخره اینا هر کدوم بیا چیزی داشتن، یه چکی خورده بودن، تو کلامتری رفته بودن، میتونستن یه ادعای بکنن که ما انقلابی بودیم، سابقه انقلابی داریم، سابقه جبهه داریم، نمیدونم، ولی این هیچی نداره. یه جوون خامی که آمده 100% رامه که هرچی امر بفرمایید. بنابراین به سرعت بالا رفته، به سرعت اطمینان بهش کردن و هر کاری رو فرمان بدن میکرده. یعنی 10 سال حافظ منافع حاکمان. در 55 سالگی تولیت آستان قدس رضوی، یعنی بزرگترین هولدینگ ایران، صدها کمپانی، صدها شرکت و کارخونه داره، چه کسی رو میذارن سر این
به اصطلاح سرمایه عظیم که به اندازه یک کشور سرمایه داره، هیچ هم حساب و کتاب نداره، مالیات هم نمیده. نه تنها اینجا، امامزاده صالح تهران هم این دوتا رو با هم دیگه دارن، هر جا که پول هست. پس نه تنها در مهره کنترل قسمت های مختلف دستگاه قضا و سازمان بازرسی کشور، بلکه سر ثروت ها، کسی رو که 100% بهش اطمینان داشته باشن. ظاهرا هیچ گزارشی هم من ندیدم که ایشون سوء استفاده مالی کرده باشه. بعضی خودمون ها میگفتن که خیلی پاک دست بوده، ولی همه آدم ها که تشنه پول جمع کردن نیستن. کافی نیست اگه کسی دزدم نباشه بگیم آه این که دزد نیست، ولی بدتر از دزدی اینه که حامی دزدان باشه آدم، نگهبان حقوق دزدان آدم باشه. رو سادگی، روی بی تجربگی، رو خامی، رو اینکه آلت دسته در واقع. این 55 سالگی. در 57 سالگی عضو مجلس تشخیص مصلحت نظام، یعنی حالا یه نفر که به جای 80 و نمیدونم چند میلیون الان ما هستیم، تشخیص مملکت رو این آقا باید تعیین بکنه. 6 کلاس درس دبستان فقط خونده، تجربیاتش هم فقط عامل سرکوب، عامل کشدار. حالا ایشون مصلحت مملکت رو چگونه میتونه تعیین بکنه؟ 1 سال بعد رئیس قوه قضاییه. اینا رو ببینید چه مشاغل مختلفی، چقدر متنوع و چه کلیدی، چقدر مهم. رئیس قوه قضاییه سال 61، ببخشید 61 سالگی، من به سالهای در واقع زمان عمر اونو دارم عرض میکنم. دادستان ویژه روحانیت، یعنی نه تنها بقیه، روحانیت هم ایشون باید کنترل بکنه. آقا روحانیت که همه مثل ایشون مهره سرسپرده نبودن، بالاخره تو روحانیت کسانی هستن سابقه دارن، تجربه دارن، درس خوندن، نه یک کس که تو یه مدرسه حقانی بوده و نمیدونم. حالا دیگه این چیزهای مهم، مهمترین پست های کلیدی مملکت رو در این مدتیشون داشته، یعنی حتی یه چماق نظام بالا سر حوزه های علمی قوم و مشهد و جای دیگه. دادستان، دادگاه ویژه روحانیت. بعدم که خب رئیس جمهور میشه دیگه، دیگه میره به بالاترین ها. در دوره اونه که اعتراضات سراسری مردم، همین روابط خارجیمون خراب میشه، تحریم ها، توقف مذاکرات برجام و همه اینا دیگه تو جریانش هستین دیگه. اگه بخوام خلاصه کنیم کارنامه ایشونو، استاد کشدار و اعدام در زندان ها در اون سال 67، مهمترین چهره تو اون جمع هیئت مرگ، و بعد از اون در طول 36 سالم این قتلایی که اتفاق افتاده، حلق آویزایی که کردن و اعدام ها که کردن، ایشون به عنوان به حال رئیس قوه قضاییه یا دادستان یا دادگاه، رو همه اینا بوده دیگه، این تو همه جا بوده، یعنی استاد فوق دکترای این اعدام ها، حمایت از جنایت کهریزک کرده علیه موسوی و کروبی و خانم رهنورد. ایشون یعنی تو هر کاری که به نفع این نظام ولایت مطلقه بوده، حتی اعدام های در این 14 دهه، این همیشه در رأسش بوده. حالا میگن آقای دکتر رئیسی، سوال هم مطرحه که ایشون که در طول این مدت از 20 سالگی این پست رو داشته، کی رفته دکترا گرفته؟ از مدرسه شهید مطهری، مدرسه شهید مطهری تو بهارستان. خب معمولا کسی که پست اداری داره که مجاز نیست که بره ادامه تحصیل بده، اونم تو این مسئولیت هایی که کسی معاون اون موقع هم که تو معاون دستگاه قضا بوده، اون کسی که رئیسه که خب یه مقداری تشریفاتیه، ولی همه کارا در اختیار، درست در همون زمانه، یعنی از 1380 تا 93، 12-13 سال طول کشیده، نه این حق داشته که بره به عنوان کارمند، نه اصلا هیچ کدوم از دانشگاه ها در هیچ جا مجاز نیست که دانشجو میگن باید فول تایم باشه.
ولی خب گرفتن دیگه، اینا دست خودشونه دیگه. پس به راحتی یک کسی که 6 کلاس درس خونده دکترا هم میتونه داشته باشه برای خودش، که بالاخره یه عنوانی هم باشه. خلاصه اینکه هیچ مهره‌ای مثل آقای رئیسی در این 46 سال صاحب این عناوین متنوع نبوده، مبسوط الید نبوده، یعنی نفر اول اجرایی در این 46 سال بوده. بالاخره آقای خامنه ای خب بالاخره اون بالا نشسته و مسئولیتی نداره، فقط فرمان میده. آقای خمینی هم که بود همینطور. شما یه نفر دیگه بگین که در طول این مدت، اول هر کدوم بودن، هاشمی، رفسنجانی، نمیدونم خاتمی، دیگران یه مدت محدودی بودن سر یه پست خاصه، ولی کی در طول از انقلاب تا حالا این همه مشاغل رو داشته؟ یعنی هر جا که گفتن رفته، یعنی عامل اصلی سرکوب، نه اینکه خودش هم تجربه تشخیصی داده باشه، یعنی یه مهره، این مهره رو هر جا خواستن به کار بردن، یا آشار فرانسه ای براشون بوده، به هر پیچی خواستن از ایشون استفاده کردن، با اون سوابق کشدارم دیگه نمیتونست ادعایی داشته باشه. بعد از ولی فقیه هیچ مهره‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی اینطور بر جان و مال مردم مسلط نبوده، یعنی در واقع فرزند انتقام و اون به سر بود خشونت انقلاب، چون 18 سالگیش انقلاب شده، این فرزند انقلابه، یعنی همونایی که تو اون جوش و خروش بزرگ شدن و از کسانی که همون موقع سوار شدن، حالا بعضی ها کنار زده شدن یا یه راه دیگه انتخاب کردن، ولی ایشون از همون موقع سوار قایق انقلاب شد، از همون موقع و همچنان سوار این قایق و کشتی بوده. به هر حال هیچ کسی، هیچ مهره‌ای مثل ایشون مجری اوامر ولی فقیه در طول این مدت نبوده، یه مهره مطلق، شخصیت فرم پذیر در واقع. این در واقع اجمال کارنامه ایشون بود که کم و بیش میدونید، ولی وقتی که یه دوره طولانی رو آدم بیاد اسارش رو بگه، تو ذهنش بیشتر آدم مینشینه که این چه نقشی داشته، و با خاطر همینم مجله تایم جز اون 100 نفر گذاشته که انقدر توی مملکت تأثیر، حالا از نظر خود و اینا تأثیر مثبت، حمایت کرده، سرباز اصلی خمینی و خامنه ای بوده. از یه طرف دیگه مردم یه داوری دیگه دارن که اینطوری جشن گرفتن و تو خیابونا ریختن. من فکر کردم اگه یک بیوگرافی خودش میخواست بنویسه چی مینوشت. من یه بیوگرافی دو خطی هست از صمد بهرنگی، حتما اینو خوندین، خود بندم گهگاه اشاره کردم. صمد بهرنگی یک جوان نویسنده هنرمندی بود که خب همون جوانیش هم در رود عرس، حالا یا خفه شد خودش یا خفش کردن خدا میدونه، ولی خب بیشتر معروفه به خاطر اون کتاب ماهیسی های کوچولوش. یک کتابی تو همون موقع جوانی نوشته بود، ماهیسی های کوچولو، داستان بحثایی که با ماهیا میکنن. این هوس کرده بوده به دریا راه پیدا کنه بره، ولی همه میگن نه خطرناکه، نمیدونم مرغای ماهیخوار میخورن، دنگ میخوره چی، ولی این جرأت میکنه، این ماهیسی های کوچیک، خودش بالاخره به دریا میرسونه. خیلی خیلی قشنگ تهیه کرده که چگونه انسان اگر آرمانی داشته باشه و هدفی داشته باشه و صبر و مقاومت بکنه به اون نتیجه میرسه. این همین یکی دو خطش اینه، میگه که کس نشد مرا آبیاری کند. یعنی میگه من مثل قارچ رویدم توی روستا بوده دیگه، این سابقه آقای رئیسی. کس نشد مرا آبیاری کند، هر جا نمی بود به خود کشیدم، شدم درخت سنجد، کج و معوج، قانع به آب کم، شدم معلم روستاهای آذربایجان. اینو خیلی حتما خوندین، خیلی زیباست که نشون میده که آدمی که محروم از همه چیز آخرش هم معلم روستاهای آذربایجان میشه، ولی انقدر قشنگ می نوشت و یاد داشتایی داشت که خب دیگه در سطح ایران معروف شد که جانش هم از دست داد. حالا من فکر کردم اگه آقای، حالا سوادی که اونطوری نداشته، ولی اگه میخواست بنویسه، آقای رئیسی می نوشت مثل قارچ شروعیدم،
نظام مرا هر روز آبیاری کرد، هر 44 سال. میگه کس نشد مرا آبیاری کند، آقای رئیسی رو دائما آبیاری کرده. او میگه هر جا نمی بود به خود کشیدم. ایشون باید میگه که هر جا نام و ندایی بود به خون کشیدم. هر کی نامی بود، شخصیتی بود، ادعایی میکرد، ندایی داشت، نالهی میکرد، به خون کشیدم. شدم درخت زقوم، اون میگه شدم درخت سنجد، تلخ و تند و تیز و انقلابی. همه ماهیسیا کوچولوها را حلقه آویز کردم و نگذاشتم به دریا برسند. مرغ ماهی خاری شدم که در روزی مهالود بالگردم به صخره سنگدلی اصابت کرد و به همان جایی رفتم که هزاران نفر را فرستاده بودم. ببینیم چقدر زندگی ها شبیه همدیگه است. اون به آب کمی قانع بود و اون آوازگی و اون نامو پیدا کرد. ایشون هم در واقع قانع نبود به اینکه به حد خودش به اندازه درک و دانشش سر جای خودش باشه، پروازش دادن در واقع، دیگران ازش استفاده کردن. اونا که اهداف و امیالی داشتن دیدن چه کسی بهتر از اون. خب نمیخوام بگم که او از اول دنبال این خط افتاده بود. ببینید ما در تاریخ اسلام خوارج رو هم داریم دیگه. خوارج نماز شب خون بودند. میگفتند پیشانی هاشون از شدت سجده کبره بسته، داغ سجده دارن. همه اونا مذهبی بودن، ولی علی رو چون رأی مردم رو در اون داستان حکمیت دخالت داده بود، از مردم رأی گرفته بود، او رو مشرک اعلام کردن. با اینکه خودشون خواسته بودن که ما میخوام حکمیت باشه رأی بدیم، بعد میگم ما اشتباه کردیم، ما اشتباه کردیم که گفتیم باید ما همه رأی بدیم. ولی تو چرا اشتباه کردی؟ تو ولی امر بودی، تو باید ولایت مطلقه میکردی. ما توبه میکنیم که تمکین کردیم به حکمیت، یعنی رفراندوم، تو هم باید توبه کنی. حضرت علی میگه نه، من کار درستی کردم. میگن که آیا فکر میکنی من نمیتونستم چگونه شما رو صاف بکنم؟ اترونی لا اعلم ما یصلح کن. چرا؟ خوب میتونستم، ولیکن اکره و ان یصلح کن به فساد منی. نمیخواستم با فاسد کردن خودم شما رو اصلاح بکنم. یعنی باور داشتن به رأی مردم. خب اینا یه همچین گروهی بودن، ولی تمام که نشد. تو اون جنگ نهروان هم که شکست خوردن و چقدر کشتن از مسلمان ها، داستان شد میدونید، نمیخوام وارد تاریخ بشم. به حضرت علی میگن اینا دیگه تموم شدن، قائلشون کنده شد. میگه نه، اینا فی اصلاب رجال و ارحام نسا، اینا در صلب مردان و رحم زنان هستن. سیور افو به هم زمان، زمان اینا رو بیرون خواهد داد. یعنی این یه خصلته، یه روحیه است، تمام نمیشه. اینا در طول تاریخ همیشه خواهند بود. آدم های دوگم، متعصب، بی ثبات، بی تجربه، ولی به یک قشریاتی میچسبن. میگه اینا بهترین عامل، اینو آقای مطهری هم تو کتابش نوشته، میگه بهترین آلت دست منافقین میشن اینا. سادن، بی اطلاعن، یه حسن نیتی هم دارن، زود باور میکنن و اینا آلت دست زرنگا میشن. عیناً همین سخن مرحوم مطهریه که راجع به خوارج مینویسه که خطر بزرگ اینا اینه که اینا آلت دست میشن، مهره اهداف دیگران واقع میشن. خب این آقای سید ابراهیم، همطور که عرض کردم، فرزند فضای خشم و خشونت و خون انقلابه. این 18 سالگی است که تو اون فضا قرار گرفته. کدوم فضا؟ فضایی که قهرمانش خلخالیه، خلخالی بیمار. دکترش هم دکتر سامی بود، خدا رحمت کنه، دکتر اعصابش معروف بود تو قم، که این گربه ها رو دار میزنه، گربه ها رو میگرفته آویزون میکنه. اصلا از اولش دوران طلبگیش معروف بود خلخالی.
حتی آقای مطهری هم به آقای خمینی گفته بود. حتی یه بار هم مرحوم پدر به آقای خمینی گفتن که این سوابق داره، جان مردم دست ایشون رو دیم. گفتش که هر انقلابی یه جلاد هم میخواد، شما که نمیتونین این کار بکنید. برنامه تایید میکرد آقای خمینی او رو هم. تو اون زمان شما، حالا نسل امروز شاید اینو متوجه نباشید، یعنی میدونم جوانین اکثر شما، ولی تو اون موقع آقای خلخالی بسیار محبوب بود. خلخالی کاندید ریاست جمهوری شد. آقای خمینی بهش گفت که انصراف بده، چون میشناختش. اگه کاندید شده بود به احتمال خیلی خیلی زیاد رئیس جمهور، اولی رئیس جمهور ایران میشد. برای که مردم دوست داشتن، مردم دلشون میخواست که اینا اعدام بشن. مردم تجربه کودتای 28 مرداد سال 32 رو داشتن که مصدق دیگه پیروز شده بود و مردم آزاد شده بودن و امریکایی‌ها با استفاده از همون عواملی که داشتن کودتای سال 32 رو دو سال بعد راه انداختن و مصدق رو عزل کردن و مصدق هم محاکمه شد و بالاخره توی تبیدگاه احمد آباد در دنیا رو مردم تجربه کرده بودن که اینا برمیگردن. باور نمی کردن که آخه به این زودی به این سرعت، یعنی واقعا شکست خوردن اونا، واقعا امریکا نتونست اعمال بکنه، واقعا شاه گذشته رفته دیگه بر نمی گرده. نگران بودن و دوست داشتن. هر روز من یادم دیگه اون موقع وقتی عصر یا صبح، مثلا بعضی روزنامه صبح یا عصر در می آمد، مردم صف می کشیدن این دکه روزنامه ها رو نگاه کنن، تیترا رو بخونن که خلخالی چند تا رو اعدام کرده. من نمیخوام تبرئه بکنم رئیسی رو، اون همینی که در واقع ذوب در ولایت خمینی شد. این برای هیچ مسلمانی قابل قبول نیست که ذوب یک انسانی بشه. کسی که بنده خداست فقط بنده خدا میشه، نه بنده طاغوت ها و جباران و حالا هر کی میخواد باشه. ولی میخوام بگم که ببینید اون تو چه فضایی، جوان 18 ساله آمده جلو، تو اون فضایی که خلخالی دیوانه انتقام گرفتن بود. اصلا براش مطرح نبود که حالا این چقدر جرم انجام داده. میگفت اگرم بیگناه بوده باشه میره تو بهشت. حتی نخست وزیر 13 ساله شاه رو، هویدا رو که چیز کرد، رفتن زمان دولت موقت بود، رفتن تو زندان، در رو بستن، تلفون‌ها رو هم کندن که دولت موقت متوجه نشه، تلفون‌ها رو هم تو یخچال گذاشته بودن و هیچ کسی هم خبردار نبود و رفتن اون کاری که دلشون میخواست با هویدا کردن و او رو تو همون دستشویی اونجا وقتی که تو دادگاه اومد کشتنش دیگه. خب این در واقع فضایی بود که آقای رئیسی، ای کاش در واقع خلخالی رئیس جمهور می شد که مردم زودتر می شناختن اینا رو. خلاصه خلخالی نقش مهمی داشت، سیراب می کرد این عشق به کشتن و انتقام. خب در این فضا این یه طرف قضیه بود. یه طرف قضیه هم جامعه به شدت ملتهب بود. بازم برای اینکه فضا رو یادمون نره، عرض کردم که اونایی که سن و سالشون به حال حدود 60 سال اینطورا باشه که اون ایام رو به خاطر دارن. ولی انقلاب که شده بود مملکت اصلا روی هوا بود. برای اینکه اون دولت فرو پاشیده، هیچی وجود نداره. کردستان در اختیار دولت نبود. کردستان گروه های دموکرات یا کموله در اونجا بودن. دکتر چمران که رفته بود برای نجات اون پادگان که در کردستان بود معاصره بودن و خیلی ها کشته شدن با یه هلیکوپتر. بعدن دکتر چمران و یه تعدادی از اون مجروحین تونستن نجات پیدا کنن. کردستان در اختیار اصلا دولت نبود. ترکمن صحرا، اونا هم تو گروه های در واقع مارکسیستی لنینیستی، گروه هایی که بالاخره قبل از انقلاب هم تو زندان ها بودن، گروه های چریک های فدایی، چه سازمان مجاهدین خلق، یعنی هم مارکسیستا و هم مذهبی ها، اینا بالاخره تو زندان ها اینا بودن، اینا شکنجه شده بودن، اینا اعدام شده بودن. روحانیت اصلا حضور نداشت، حضور جدی نداشت،
تک و توک همطور که عرض کردم، اینا احساس میکردن مال ماست، ما خون دادیم، ما شکنجه شدیم، انقلاب که شده. چرا حالا یه عده که اصلا نبودن این 6 ماه اخیر آمدن تو میدون؟ بله، سال 42 آقای خمینی راجع به همون کاپیتولاسیون سخنرانی تندی کرد و بعد دیگه تبعید شد، تا 15 سال دیگه خبری نبود. تک و توک طرفدار آقای خمینی، اصلا روحانیت تو متن با مبارزات نبود. این 5-6 ماه به انقلاب که دیگه شاه هم رفته و آواز آسیاب افتاده بود، یواش یواش دیگه آمدن تو میدون. بنابراین مملکت رو دعوا شده بود سر یک دیدین حتما این فیلم های دنیای وحش رو، وقتی که مثلا حیوانی شکار میشه چگونه شیرا میریزن از اون طرف، هاینه ها میان از یه طرف، نمیدونم پلنگ ها، یوز پلنگ ها، نمیدونم کرکس ها، همه میخوان یک سهمی ببرن، مثل یه قربانی که شده. حالا میخوان دانشگاه عمدتا در اختیار نیروهای چپ بود یا گروه های مسلم، دانشگاه اصلا مدت ها تعطیل بود. طبیعتا روحانیتی که حالا آمده وسط میدون میخواد جمع بکنه همه اینا رو. خب از یه طرف نقشی نداره، شاید 1%، 2%، ولی از موقعی که در واقع شاید 5-6 ماه به انقلاب، وقتی که روحانیت هم آمد توی انقلاب یعنی تو مبارزه مردمی شد. یه کتابی مرحوم جلال آل احمد خودش چپ بود، همه میشناسین، حتما کتاباشو خوندیم. کتابی به نام روشنفکرا داشت. در اون کتاب میگه که روشنفکرا تو مملکت هیچ وقت نمیتونن انقلاب بکنن، چون ما رقمی نیستیم. یه مملکت خیلی به حال صاحب فرهنگ بالایی که تو این دوره نیستیم، حالا تاریخمون هرچی بوده. بنابراین روشنفکرا درصد بالایی نیستن. همه روشنفکران با هم متحد بشن، تودهای مردم دنبال روحانیون و آخوندهای ده و شعراشون هستن و هیچ راه حلی برای ایران وجود نداره مگر اینکه روحانیت بیاد. روحانیت حدود قبل از انقلاب 60,000 مسجد داشت. 60,000 مسجد حالا 3 برابر شده، یعنی 60,000 پایگاه، یعنی نفوذ داشتن تو تودهای مردم. بنابراین روحانیت احساس میکرد که این مال ماست، مال خود ماست. البته اگر همه با هم متحد می شدن، همینطوری که قبل از انقلاب همه با هم متحد دادن، تو راهپیمایی میلونی هیچ کسی از دیگری نمی پرسید که تو چپی، مسلمونی، کدوم خطی، سابقت چیه، حجاب داری، نداری. همه برادروار، ملت ایران میلیونی، همه با هم یکی بودن. اگر ما اون فرهنگو داشتیم که متاسفانه نداشتیم، برای اینکه ما هم 2500 سال رژیم شاهنشاهی داشتیم، فردی زندگی کرده بودیم، همطور که همه هم میدونن که ما ایرانی ها در کارهای فردی تبحر داریم و تو ورزش گرفته، تو هر چیز دیگه تیم ورک بلد نیستیم کار بکنیم. ولی اگر، چون دولت موقت هم اصرارش همین بود، اگر شنیده باشین مرحوم پدر میگفتن که نظام فعلی رو به هوای نظامی که نیامده به هم نزنیم، یعنی دلیل نداره که همه وزارتخونه ها رو همه رو بگیریم و همه رو افشا بکنیم و همه رو بیرون بکنیم و ارتش و شهربانی، و هنوز چیز ساخته نشده، ما کارشناس نداریم، اینا که یعنی انقلاب کردن. همینه که رژیم عوض شده، حالا شاه رفته یه نظام دیگه شده، حالا وزرا مثلا بخوان عوض کنیم، بذارید همه چیز سر جای خودش باشه، به تدریج سامان پیدا میکنه. وقتی یه برنامه و هدف دیگه ای آمده، یه دولت دیگه ای هست، اون سیاست خودش اجرا میکنه. ولی کسی گوشش به این حرفا نبود، میگفتن دولت موقت انقلابی نیست. شاید 90% مردم میگفتن این دولت به درد این شرایط نمیخوره، اصلا انقلابی نیست، اینا گام به گامه، اینا یواش یواش میخوان جلو برن، با انقلاب مخالف هستن. هرچی میشون میگفتن بابا تخریب، با یه بولدوزر میشه تخریب کرد ساختمانو، ولی سازندگی باید آجر رو آجر گذاشته بشه. ولی به هر حال کسی گوشش بدهکار به این حرفا نبود و جامعه چنین فضایی بود. بازم تکرار میکنم، من نمیخوام بگم که حالا تو این فضا بود که آقای رئیسی آمد، چاره هم نبود. خب خیلی مهمه که آدم انتخاب خودش رو بکنه، ولی میخوام بگم که سعی نکنیم همه کاسه کوزه رو روی یه نفر بشکنیم، فکر کنیم که نه همه
بیگناه هستیم، هیچ نقشی نداشتیم، هر چی بوده اونا بودن، اگه اونا نبودن همه چی درست میشد. خیر، همه ملت هر کدوم به درصدی در این فضایی که تجربه نداشتیم، تمرین نکرده بودیم، کار تیمی بلد نبودیم، همه دیگه به هر حال مشارکت داشتن و آقای رئیسی هم در واقع مسئول این جریان بود. یه سوره در قرآن، سوره رعد، رعد مثل رعد و برق، خیلی شباهت به انقلاب داره، انقلاب هم یه رعد دیگه، فریاد خروشان. در آیه 17 خیلی شباهت عجیبی با تصویر انقلاب داره. فرماد انزل من السماء ماء، خدا از آسمان باران رو میفرسته، فسالت اودیتون به قدرها، دره ها به قدر و اندازه و ظرفیت خودش سیل جاری میکنن. میگه وقتی سیل جاری میشه فاحتمل السیل ربدن زبدن رابیان، سیل که وقتی را میفته کف میکنه، کف ها بالا میان. سیل همراه خودش وقتی برخورده آب کف میکنه دیگه، کف حبابه، آب نیستش، فقط جلوه داره، بیرونه در واقع. روی سیل کف ها میاد، میگه فعمت زبدو فیذهب جفان، ولی کف ها میره کنار. میگه نه تنها سیل، بلکه تو فلزکاری هم وقتی که ذوب میکنن هر فلزی رو، اونام کف میاد، ولی میگه این کف ها بعد از یه مدتی که سیل در واقع از شدت و حدتش کاسته شد، کف ها تمام میشه دیگه، کفه دیگه، حبابه. میگه فاما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اون چیزی که به نفع مردمه میمونه رو زمین. یعنی سیل همراه خودش تنها کف نمیاره، این خاک کوهستان این ور اونور رو که میشوره، این کفا بعد میان رسوب، این خاکا رسوب میکنن، کشاورزی رو بعدن رونق میدن. همراه سیل در واقع اون بستر سیل بعدها یک زمینه مساعدی برای خیلی تحولات میشه. حالا انقلابم در واقع یک سیل بود، در این سیل کفهای رو آمدن، کفهای بی سواد، بی تجربه، بی سابقه، بی شخصیت. شما عرض کردم که امثال اینا شما هیچ سابقه ای نمی بینین. باز گفتم یه تعدادی از روحانیون بالاخره یه حرفی، اعتراضی، یه چیزی، چند ماهی هم مثلا بازداشت شده بودن. چه سابقه ای داشته آقای رئیسی؟ کجا گلی به سر ملت زده؟ جوان بوده، نمیخوام انتظارم ازش داشته باشه، جوان 18 ساله که تو انقلاب آمده، وقتی ذوب در خمینی شده، بعدم ذوب در خامنه ای، طبیعتا همه بارای مسئولیت رو به عهده‌اش گذاشتن. یه آدم 0 کیلومتر زحمت نکشیده، حتی برای نون در آوردن در اون دورانی که جوان بوده به اینجاها رسیده. اونم عرض کردم که این مدرسه ایم که درس خونده حقانی، مصطفی پور محمدی که جز اوین اینم این سوابق داشتن، آقای فلاحیان وزیر اطلاعات، همه فارغ التحصیل های اونجان، خود رئیسی، حسینیان، روح الله حسینیان که قاضی و امنیتی و اطلاعاتی، محسن اجرایی، لیست شما افرادی که هم دوره اون بودن تو مدرسه ببینین، میبینین همه اینا کفایی بودن که آمدن بالا با اون سوابقی که حالا من نمیخوام وارد زندگی اونا بشم که خود اون داستانیه که چه بلایی سر ملت همه این بچه های مدرسه حقانی آوردن. خب آقای صد ابراهیم رئیسی هم از قماش همینا بود در واقع، با این اعمالی که انجام داد روی نظام سابق و سفید کرد. این ملتی که اینطور میلیونی ریختن، جوری اینا عمل کردن، گفتن صد رحمته به اونا که ما از چاله به چاه افتادیم. در واقع اینا همون ذوب شدگان در ولایت خمینی بودن، اون سخنشون هم که خوندن که ذوبوا فی الخمینی کما ذابه و فی الاسلام. اصطلاحا میگه مگسی را که تو پرواز دهی شاهین است. اینها در واقع مگسانی بودن که پرواز دادنشون رهبرای انقلاب، اینا دیگه شاهین شدند، بر همه جا مسلط شدن تو مملکت. یه آیه تو قرآن هست، سوره نحل آیه 92، یه مثال خیلی جالبی میزنه، میگه ولا تکونو کالذی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا،
مثال از این زنان که مثلا نخریسی قدیم می کردن. میگه مثل اون زنی نباشید، زن نخریس. وقتی که نخ می رسن دیدین که پشم گوسفند یا مثلا چیزای مثل پشمانند و اینا از چیزی که میزنن و بعد تبدیل به نخ میکنن، این نخ ها رو بعد تو کانوا یا چیزی مثلا یه ژاکتی درست میکنن و کار کانوا که همه دیگه آشنا هستید، صنعت نساجی دیگه. اصل و اساسش یا پنبه است، الیاف پنبه به صورت گیاهی، یا پشم گوسفند، پشم شتر یا هر چیز دیگه. یعنی تمام کار نساجی همجهت کردن الیافه. یه پنبه رو زیر میکروسکوپ بذارید یا پشم بذارید، در صد جهت اینا هستن. کار نخریسی یا کار نساجی اینا رو همه رو متحد میکنه، ما وقت تبدیل به نخ میشه، سفت میشه و هم گره میخورن و به جای که همدیگر رو خونسا کنن یه پارچه میشن. قرآن میگه مثل اون زنی نباشید که اون چه ریسیده بود، اون کانوای که بافته بود پارش کرد، من بعد غزلها انکاسن، یعنی ریشه ریشش کرد. اون با کانوها خیلی بود دیگه، تو خونها مادرها برای بچه هاشون درست میکردن، یه ماه زحمت کشیده، حالا زمستون زیر کرسی برای فرزندش چیزی با کانوا بافته میشد، یه نخش یه جا گرفت، در ظرف 5 دقیقه همه رو پنبش کرد، همه رو تبدیل به نخ کرد. یعنی میخواد بگه که تحولات اجتماعی در طول سالیان دراز اینا دست به دست هم داده تا این لباس آزادی، انقلاب، استقلال به تن ملت پوشیده شده. این محصول خونهای ریخته شده، زجر و شکنجه‌های کشیده شده از دوران مشروطیت، دوران مصدق، چقدر ملت کشته داده، چقدر زجر و شکنجه، چقدر زندان، چقدر مادرای داغ دیده، چه مصدق‌هایی که در تبعیدگاه همه دنیا رفتن. آخرش به این نتیجه رسید که ملت سرنوشت به دست آورد. میگه خیلی راحت همه اینا رو میشه پاره کرد. چگونه؟ لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم. اگه در راه خدا زحمتی کشیدید، زندانی رفتید، سابقه داری، اینو دکون نکنید، اینو وسیله رقابت نکنید که هر کسی زندان بیشتر، پست مقام بالاتر. ان تکون قدمون فتزل قدمون بعد از ثبوت ها، گام هاتون بعد از اینکه محکم شده بود میلغزه ها، سر میخورید ها، و اون وقت نتیجه این اختلاف و دشمنی ها رو خواهید چشید. میگه این عهد خدا رو، اون که در راه خدا تلاش هایی کردید، به خاطر ملت مبارزه کردید، مفت نفروشید به قیمت پست و مقام، به قیمت بالا رفتن از این پله های رقابت. به قول مولوی میگه همه اینها من و تو، این ما و منیه، یه نردبانه، عاقبت زین نردبان افتادنی است. همه که بالا میرن دیدیم چگونه بعد از انقلاب هم بالا رفتن، همه افتادن. میگه هر که بالاتر رود احمقتر است، که استخوان او بتر خواهد شکست. خب این خیلی آیه مفصله. اگه شما از 92 به بعده، میگه که انقدر تلاش های خاطر مردم، ملت، به خاطر خدا رو سرمایه پست و قدرت دنیایی نگیرید، چیزی که 47 سال 46 سال تو ایران در واقع همینطور داره میشه. میگه اون چه که نزد شماست فانی میشه، ولی کارهایی که برای خدا انجام دادید اونا باقی میمونه. اگر مقاومت بکنید، اگر صبر و تأمل بکنید، کشیده نشید به این جریانات، به یه حیات طیبه واقعی میرسید، یه زندگی پاکی پیدا خواهد کرد. و حالا داستانش مفصله. اما چون مسئله پست و مقام های آقای رئیسی هم شد، چون آقایون مدعی پیروی از ولایت امام علی هستن، این چند دقیقه که باقی مونده من عمل کرده آقای خمینی رو و آقای خامنه ای رو عرضه میکنم به همین عهدنامه مالک اشتر. یه تیکش راجب گزینش کارگزارانه، خیلی کوتاهه. میگه که برای گزینش قاضی ها چگونه باید عمل بکنه. این آقای رئیسی در عالی ترین مقامات دادستانی، رئیس قوه قضاییه، شورای نمیدونم چیز، دادگاه ویژه روحانیت، بر همه شؤون دستگاه قضا،
میگه کسانی رو انتخاب بکن برای قضاوت، ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیت کفی نفسک، بهترین فردایی که میشناسی، بهترین آدمی که میشناسی باید سر پست قضا باشه. کسی که لا تزیق و به الامورو ولا تمحک و الخصوم، کسی که کار براش سخت نباشه، مراجع کنندگان، اختلاف های دو طرف دعوا برای اون سخت نباشه، ولا یکتفی به ادنا فهمن دون اقصا، با مختصر فهمی بدونه که تا اعماق یه پرونده برسه داوری نکنه، اکتفا نکنه. ببینی اینا که کشتن تو زندان ها چند هزار نفر، یکی دو دقیقه ای تک تک می بردند که تو هنوز سر موضعت هستی یا نه، سر عقیدت، عقیده نه این کار جدیدی کرده باشه. بعضیشون 7-8 سال تو زندان بوده، تو پشیمونی، نمیدونم، حاضری دست اسلحه بدیم تیر خلاص بزنی. اینا رو که آقای منتظری هم همینا رو گفتن و همینا رو میدونین. یعنی بدون این که اصلا تحقیقی بشه، فقط این که اینام شادی کرده بودن وقتی جریان مرساد مثلا اتفاق افتاد، ممکنه اینا یه پتانسیلی بشن یه موقعی مثل زندان باسیل فرانسه، اگر یه موقعی در این زندان رو باز کنن اینا نیروهای بالقوه میشن. میگه کسی رو انتخاب کن که با یک فهم مختصر اکتفا نکنه، و اوقفهم فی الشبهات، بیش از همه توقف بکنه در پرونده‌هایی که معلوم نیست، روشن نیست، متوقف بشه، رأی نده. اوقفهم یعنی متوقف شدنی، از همه بیشتر توقف بکنه جایی که شبهاته، و آخذهم بالحجج، بیش از همه دلیل بتونه بره بیاره، و اقل لهم تبرمن به مراجعت الخصم، کمترین ناراحتی رو داشته باشه که هی اگه بخوام وکیل طرف بیاد بگه، خانواده بیان بگن آقا نه ما همین خسته این وقت نداریم، میگه این کوچکترین ناراحتی رو نداشته باشه. بابا پرونده جان یک نفره، تو جان کسی رو داری میگیری، بذار قاضیش بیاد وکیلش حرف بزنه، خانواده بگن، دوستان بگن. و اصبرهم علی تکشف الامور، بیش از همه پایداری بکنه، تحمل بکنه که کشف بکنه مسئله رو، داستان بفهمه که این جرم مرتکب شده یا نه. و مفصله، کسی که نه بتونن بخرنش و نه کسی که فریبش بدن، و اولئک قلیلون، البته میگه اینا کمن، ولی خب وقتی آدم میخواد جون مردم رو دست کسی بسپاره، مگه میتونه یه تازه وارد 0 کیلومتر 20 ساله رو از تو قوم برداره که هر رو از بر تشخیص نمیده بیاره بذاره سر داوری و کشتن مردم شهرهای میلیونی کرج و همدان؟ بعد میگه که تو به مالک اشتر، میگه فنزور فیزالکه نظرن بریغن، تو این مسئله دستگاه قضا خیلی خیلی دقت بکن. مالک اشتر قرار بوده بره مصر حکومت بکنه، حضرت علی داره تو توصیه دستگاه قضا رو میده، میگه فعن نهازدین، این دستگاه داوری، دستگاه دادگستری، دستگاه قضا، قد کان اسیرن فی اید الاشرار، در طول تاریخ اسیر بوده دست اشرار، یعملو فیه بالهوا، مطابق نظر شخصی خودشون عمل میکردن، و تطلب به دنیا، از طریق چماق قانون دنیا رو طلب میکردن. میگه در واقع این دستگاه داوری، دستگاه قضا، همباره در طول تاریخ اسیر بوده، اسیر دست اشرار. این چماقی است که دست حاکمیته، هر کسی رو بخوام پدرش رو در میارن، احکام اعدام، حلق‌آویز، هر چی رو دلشون میخواد. الانم که شنیدم یه عده شادی کردن، یه عده زیادی رو بردن و حالا پرونده، و خدا میدونه، یعنی قلب مردم من با در اختیار خودشون باشه، کسی حق نداره شادی بکنه. شادی دارین میکنین از مرگ یکی از مهره‌های ما؟ یعنی همه اینا ببینید چقدر زمین تا آسمون فرق هست. اینا ادعای ولایت علی رو میکنن، اما در مورد حالا آقای رئیسی که تنها این مشاغل قضایی رو نداشت، همه کاره بازرسی، یه دو خطم راجع به چیز عرض کنم خدمتون، انتخاب کارمندای دولت، وزیر وزرا، میگه سم منظر فی امور امالک فاستعمل هم اختبارن، تو اینا رو رو تجربه، که اینا تجربه خوبی دارن، به تجربه معلوم شده که اینا شایستن، فقط میتونی انتخاب بکنی. رئیسی چه تجربه‌ای داشته؟
ولا تولهم مهاباتن و اثرتن، مبادا روی روابط شخصی و این دوستش دارم و رابطه خوبی داریم و بخوای بدون هیچ شناسایی بخوای انتخاب بکنی، که این کار شعب جور، اینا جور ظلم از بالا به پایین میگن. تو داری به ملت ظلم میکنی که یه آدم بی تجربه نفهم و میذاری بر جان و مال و ناموس مردم. از اینا کسی رو انتخاب بکن، توخ منهم اهل تجربه و الحیا، کسی که تجربه داشته باشه، حیا داشته باشه، شرم داشته باشه که حرف تند بزنه، حرف زشت بزنه، چه برسه جان مردم بگیره. از کجا اینا رو بیار؟ من اهل البیوتات صالحه. ببین خانواده های صالح یعنی رگ و ریشه خانوادگیش رو ببین چیه. والقدم فی الاسلام المتقدمه، ببین چگونه پیشتاز اسلام پیشرو بودن اینا، نه یه چیز سطحی توی حوزه چهار تا درس نمیدونم ضرب از زیدون امرون خونده باشه. اون وقت اینا فانهم اکرم و اخلاقن و اسح و اعرازن، اینا اخلاق بهتری خواهند داشت، آبروهای پاکتری خواهند داشت و اقل و فی المطامع اشرافن، کمتر اشراف پیدا میکنه به طمعهای دنیایی و ابلغ فی عواقب الامور نظرن. اگر این آدم رو پیدا کنی اونا بیشتر رو آخر عاقبت هر کاری نگاه میکنه، هر غلطی میخوان بکنن به عوارضش میاندیشن. خب وقت ما هم تمام شد و این داستان همچنان ادامه داره. متشکرم از توجهتون.